بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در ادامه مباحث قبلی از کتاب مجالس سبعه حضرت مولانا جلال الدین رسیدیم به بحث جناب حمزه و زره نپوشیدن او در جنگ احد و نهایتاً اینکه جناب حمزه توسط وحشی آن غلام خاص که انسان خاص و عجیبی بوده است موجب شد که حضرت حمزه به شهادت برسد، اما ادامه اون قصه رو می فرماید. بعد از آن مصطفی علیه السلام چون واقف شد بر شهادت و کشته شدن حمزه، زخمی که بر ساق خیشتن بود و آنچه دندان مبارکش را کافران شکسته بودند و آنکه چندین یاران کشته شده بودند، از درد وفات حمزه بر وی همه فراموش شد. خب روشن، من اینها رو دیگه زیاد توضیح نمیدم که وقتتان گرفته نشود. خب خود ساق پیامبر زخمی شده بود، دو دندان مبارک پیامبر شکسته بود، دو دنده از دنده های سینه پیامبر شکسته بود و زخم های عدیده برداشته بود، اما یارانش را و همه را فراموش کرد و در فکر درد وفات حمزه بود. سر حمزه را به کنار نهاد و به آستین مبارک رویش را پاک می کرد و سوگند می خورد که به عوض تو چندان بکشم و هلاک کنم که در حسر نیاید، تا آیت آمد که نی ما حمزه را به دولت ها رسانیدیم، این انتقام مکش که راه تو لطف است و عف. همان قصه مشهور است که از اسلام دو سیما و دو وجه به نمایش گذاشتند و این بسیار مهم است. یک نمایش و یک وجهه غضبانی و سفت و سخت و خشمناک و خشونت آمیز و یک وجهه نورانی و پر از رحمت و رحمانیت. البته آن چهره‌ای که عرفا به آن معتقدند همان چهره رحمانی و چهره شفقت و محبت است که در اسلام هست. از آن جهت بین این دو گویش و بین این دو خواندن و بین این دو قرائت از دین، دین مبین اسلام، تفاوت‌های حاصل شده است و شما در جای جای تاریخ ما، تاریخ اسلام، در جای جای اندیشه اسلامی می‌بینید کسانی رو که غالبا سخنان خشونت آمیز گفتند و خشونت رو به اسلام عزیز نسبت دادند، و اگر خوب اینها رو بررسی کنیم خواهیم دید که این از جانب دشمنان اسلام بوده است، بخصوص از سوی یهودیان بوده است که می‌خواستند که چهره زیبا و نورانی اسلام رو مشوش کنند، تاریک جلوه بدهند، و اینکه مسلمانان از کشته ها پشت ساخته اند، هر کی را که به دستشان می رسیده است می کشتند. به آیاتی استناد کردند که وقتلوهم حیث ثقفتموهم، اینها را بکشید تا زمانی که هر وقت اینها را پیدا کردید. و دشمنان اسلام، آتئیست ها و ضد خداها همه به اینها استناد کرده اند که قرآن کتاب خشونت است و دستور می دهد که همدیگر را بکشید، اما چون از این طرف قرآن لسان ندارد و کسی
از جانب قرآن سخن نمیگوید، اینها این لا تا الات رو ادامه میدهند. اما قصه این است که اسلام دین رحمت است و در جز در جاهای بسیار اندک که مأمور به دفاع بوده است کار دیگری انجام نداده است و اسلام همچنان دین رحمت و رحمانیت و شفقت و محبت است. مولانا هم به همین دین اعتقاد دارد و واقعا کارشناس واقعی و مجتهد واقعی این چنین دینی است که اینجا می‌فرماید که حتی اگر هست ما حمزه را به دولت‌ها رساندیم، این انتقام مکش. این بحث انتقام جویی که در حقوق جزای جهان بوده است و تا 200 سال پیش ادامه پیدا کرده است یا حتی تا 100 سال پیش در حقوق جزای جهان ادامه پیدا کرده است و انتقام گیری را توصیه می کرده اند و اکنون در حقوق جزای جهانی دیگر این بحث انتقام جویی تبدیل شده است به اینکه تناسب جرم و مجازات و اصل قانونی بودن جرم و مجازات را اکنون مطرح می کنند. اسلام 1400 سال پیش این اصل قانونی بودن جرم و مجازات رو مطرح کرده است. قاعده قبح عقاب بلا بیان یکی از مصادیق این قضیه هست و گویی که بعد از 1300 خورده ای سال اندیشمندان جهان، اندیشمندان حقوق جزای جهان به این نتیجه رسیده اند که میبایست تناسب داشته باشد جرم با مجازات و چیزی را که جرمش قبلا تعیین نشده است حق مجازات نداریم و مجازات ها باید قانونی باشد همچنان که جرم ها باید در قانون پیش بینی شده باشد. این رو قبل از این مناسبات جدید جهانی اسلام بیش از 1400 سال پیش به اینها اذعان داشته است و به اینها توجه کرده است. آورده اند که هر قومی بر کشتگان خود نوحه می کردن و می گریستن. خب آنچنان که گفتن 80 نفر در قضیه احد شهید شدن، از جمله جناب حمزه سید الشهدا علیه السلام که هر قومی هر گروهی رفتن و نوحه می کردن برای کشتگان خود، تعزیه‌ای برپا می‌کردند، مجلس عزایی برپا می‌کردند. آوردند که هر قومی بر کشتگان خود نوحه می‌کردند و می‌گریستند، از زنان و مردان. و مصطفی صلوات الله علیه می‌فرمود که حمزه من و عم من، می‌فرمود که ای حمزه من، پیغمبر می‌گریست و گفت حمزه من و عموی من، بر تو کسی نمیگرید چون خاندانی گویا نداشته است. میگوید که همه دارن برای کشتگان خود میگریند اما کسی نیست که بر تو بگرید. حمزه من و عم من، بر تو کسی نمیگرید، تو سزاوارتری بدان که بر تو گریند و نوحه کنند. اصلا میبینید نثر مولانا هم شعر است. نثری کم که میگوید شعر است، واقعا شعر است و موسیقی درونی این رو استدعا دارم دوستان عزیزم عنایت بفرمایند، یک موسیقی عظیم درونی در این مجالس سبع هست و بهش توجه بفرمایید حتما در فرازهای آن. به نثر میگوید ولی خیلی شعرگونه و خیلی زیبا هست و کمتر ما چون این نثر روان و سلیسی را داریم که در این روانی در این سادگی یک پیچیدگی درونی هم دارد. به مناسبات و روابطی که بین قصه ها ایجاد می کند عنایت بفرمایید. از لحاظ قصه نویسی، از لحاظ نویسندگی بسیار کارهای شگفتی را انجام می دهد. اکنون بعد از مدتی قصه وحشی را رها می کند، به چیز دیگری می پردازد، دوباره بر می گردد، دوباره رها می کند و یک بدبستان خیلی زیبای هنری اینجا شکل میگیرد. حمزه من و عم من، بر تو کسی نمیگرید، تو سزاوارتری بدان که بر تو گریه کنند و نوحه کنند. پر از احساس، پر از معرفت و بینش است این متن، بسیار زیباست. گریان گریان در مسجد رفت، زنان آمدند به در مسجد، نوحه کردند بر حمزه رضی الله عنه. بنابراین زنها که دیدن پیغمبر
رفت به سوی مسجد، گفتن ما برای حمزه تو که کسی را ندارد برای او نوحه می کنیم و گریه می کنیم. به در مسجد نوحه کردن بر حمزه رضی الله عنه. پیامبر صلوات الله علیه بسی گریست، فراوان گریست. بعد از آن دست ها برداشت به دعا و آن زنان را که بر حمزه نوحه کرده بودند دعا کرد. همین که نوحه کنند انسان، این نوحه گری آیا خوب است یا بد است؟ اکنون مد شده است که همه میگن چرا این همه میگریم، یکمی هم بخندیم. این حرف درست است که ما بایستی بخندیم و کمتر گریه کنیم، اما مسئله دیگری هم هست که در ساعت قبل عرض شد خدمتان، که آن غم عاشقانه و غم عارفانه از بسیاری از شادی ها فراتر است. گریستن به غم عشق انسان رو طرب می آورد و انسان رو طربناک می کند. آن گریه گریه نیست، گریه شوق است، گریه عشق است، همچنان گریه ای که عاشق در فراق معشوق دارد. آن که غم نیست، اندوه نیست، آن پر از زیبایی است، آن پر از نور است. و هرچه معشوق در فراق، هرچه عاشق در فراق معشوق بگرید، البته آن عین زیبایی و لطف و شیرینی است. از این جهت هست که گفتن برای کارهای نیک و برای انسانهای نیک بگرید. میدانید که در خنده از لحاظ مناسبات روانشناسانه در خنده این مناسبات بسیار کم هستند، اما در گریه آنچنان که میگویند 27 مناسبت در هم جمع میشود و گریه رو ایجاد میکند، در حالی که برای خنده 5 مناسبت کافی است. بنابراین گریه در حقیقت زمینه بالاتری از ادراک و معرفت رو در خود دارد. اگر انسان بتواند راجع به موضوعی بگرید، معلوم است که نسبت به او معرفتی چند برابر موضوعی که راجع به آن میخندد و به آن میخندد پیدا کرده است. این سخن روانشناسان ماست و این از این دیدگاه بسیار اهمیت دارد. آن زنان را که بر حمزه نوحه کرده بودند دعا کرد و بر هر شهیدی یک بار نماز کرد و بر حمزه 70 بار نماز کرد. برای هر کدام 2 رکعت نماز خواند حضرت رسول، ولی برای حمزه 70 بار. وحشی نومید شد. خب حالا برمیگردد به قصه وحشی که آمده عزیزترین شخص پیامبر و عزیزترین شخص مسلمانان، سردار و سرلشکر سپاه اسلام رو به این شکل به شهادت رسانده است. گفت اگر ابلیس لعین را با همه ذریتش توبه قبول است، مرا باری قبول نخواهد شد. ابلیس و ذریتش و فرزندانش، فرزندان فرزندانش و فرزندان فرزندان فرزندانش و همچنین، اگر ابلیس توبه کند خدا خواهد پذیرفت، اما از من نخواهد پذیرفت. خیلی زیبا این نکته رو بیان می کند به عنوان اینکه آیا خداوند توبه هر کس را می پذیرد یا نمی پذیرد. باز همان دو بحث رحمانی و بحثی که وجود دارد و انسان ها یا علما دین رو خشن معرفی می کنند راجع به این موضوع هست. چون این کاری کردم، وحشی با خود گفت که من که خیلی کار بدی کردم، هرگز خداوند و پیامبر مرا نخواهند بخشید. و آن کس که بهترین همه پیغامبران است، از همه پیامبران پیامبر اسلام بهتر است و پیوند جان همه ملائکه آسمان است، همه فرشتگان پیوند جانشان به رسول است و پیوند جانشان به یکدیگر است. اگر رسول نباشد، پیوند روح فرشتگان از هم گسسته می شود. همه اینها یک روایت هایی است که ایشان به شکل فارسی سلیس و روان بیان می کنند. همه اینها روایت است، روایت هایی که از پیامبر است، از دیگر بزرگان است. و پیوند جان همه ملائکه آسمان است، از حرکت من دل مبارکش چنان خراب شد. دلش از من خراب شد. اگر مرا عمر نوح باشد و 10 عمر نوح بر همدیگر بندند،
عمر نوح 950 سال بود که قرآن فرمود که 1000 سال الفون الا خمسین، الف از خمسین باشد یعنی کم شود، 50 از 1000 کم شود می شود 950 سال عمر کرده است. میگه اگر 10 عمر نوح را هم جمع کنند 9000 مثلا 500 سال باشد و در این همه عمر چون ایوب صابر صبر کنم، مانند ایوب لابه کنم و انابه کنم، ایوب پیامبر، گمان ندارم که این گناه من هرگز توبه پذیرد و آمرزیده شود. کلا ناامید شده بود، آه می کرد و دودش بر آسمان می رفت. بعد از آن هر جا که نوحه‌گری نوحه کردی بر مرده در مکه، بر سر آن گور وحشی حاضر شدی و خاک بر سر می کردی و با عورتان می گریستی. می دیدن که طبق روال خانم ها می رفتن سر قبر ها گریه می کردن، وحشی هر جا گریه می دید می رفت خاک به سر می کرد و در آنجا با خانم ها می نشست و گریه می کرد. گفتن ای وحشی، تو هم خیش این مرده مایی، تو هم فامیل همین شخصی هستی که مردی، تو هم این رو می شناسی؟ گفت مرا تعزیتی است بر جان خود که همه تعزیت‌های عالم تعزیت من است. خیلی شاعرانه، خیلی زیباست. می‌فرماید که وحشی گفت که من تعزیه‌ای، عزایی در جان خود دارم که همه عزاهای عالم عزای من است. من باید در همه عزاهای عالم شرکت داشته باشم. بعد از آن آیت‌های رحمت می‌آمد. بعد از آن آیه‌های رحمت تپی به پیامبر نازل می‌شد. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خب آیه رحمت است که خداوند، ان الله همانا خداوند، لا یغفر نمی‌بخشد ان یشرک به اینکه به او شریک بگیرند، و یغفر ما دون ذلک و میبخشد آنچه از آن کمتر باشد، لمن یشاء، برای کسی که بخواهد. وحشی وقتی این آیه رو شنید گفت اولا مشرک هست، من خداوند از مشرکان نمیپذیرد، توبه مشرکان رو نمیپذیرد، من هم مشرک هستم چون هنوز مسلمان نشده بود. ثانیا گفت که لمن یشا، برای کسی که خدا بخواهد. گفت من انقدر جنایت کردم که هرگز خدا مرا نخواهد بخشید. این قصه بسیار زیبا و عالی برای همه کسانی است که گمان میبرند خدا آنها را نخواهد بخشید. خب چه کاری بدتر از کار وحشی، چه قتلی بدتر از قتل سید الشهدا، چه کاری عظیم‌تر از به درد آوردن قلب مبارک پیامبر. یعنی هر که خداوند را، آن پادشاه بی زن و فرزند را شریک گوید و همباز گوید، او را آمرزش نباشد، باقی هر گناهی که او کرده باشد همه را بیامرزد، آن را که خواهد. فقط دو تا شرط داره، مگر اینکه مشرک باشد خدا نخواهد پذیرفت، و مگر اینکه خدا بخواهد، اگر خدا نخواهد اون هم بخشید نخواهد شد. وقتی وحشی این آیه رو شنید گفت خب من اولا مشرکم و ثانیا خدا مرا نخواهد بخشید، لمن یشا، برای من مصداقی ندارد. به وحشی رسانیدند آیت را که چنین وعده رسیده است. رساندند که ای وحشی، این قصه آمده، این آیه نازل شده بر پیامبر. وحشی گفت خداوندا، تو می‌فرمایی که هر که مرا شریک و انباز نگوید و یگانه داند، هر گناهی که کرده باشند بیامرزد، هر گناهی که کرده باشد رو می‌آمرزد، فقط به شرط این که شرک به خدا قائل نباشد، آن را که خواهم. ولی یک قیدم هست که لمن یشا، آن را که، آن کس را که بخواهد. دانم که وحشی را نخواهی خواستن، حتی اگر از شرک دست بکشم میدانم که من بهترین خلق تو را شهید کرده ام، بنابراین مرا نخواهی خواست. این بگفت و خون از چشمهایش روان شد.
دریای رحمت به جوش آمد، دریای رحمت به جوش آمد، جویهای بهشت از شیر رحمت مالامال شد. فرشتگان هفت آسمان پرها باز گشادند که آثار رحمت میبینیم و دریای رحمت به جوش میبینیم. دریای رحمت الهی به خاطر یک غلام گناهکار، غلامی که بدترین کار جهان را کرده است، به جوش می آید. آثار رحمت می بینیم و دریای رحمت به جوش می بینیم تا موج رحمت و مغفرت چه گوهرهای عجب به ساحل خاک خواهد انداخت. این دریای رحمت الهی به جوشیدن در آمده است تا اینکه چه گوهرهایی رو به ساحل خواهد آورد. در این ولوله بودن که دستگیر ازل و ابد خداوند متعال، که در ازل و ابد دستگیر همه هست، دست همه را میگیرد، هرچند که اگر غلام وحشی باشد با آن گناه بسیار عظیمش. عطا بخش عطاهای بی عدد، عطایی میدهد که هیچ عددی ندارد. به محبوب خیش مصطفی صلوات الله علیه وحی فرستاد. خداوند وقتی این رو دید که این آیه آمک ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، این آیه رو خداوند وحی فرمود. قل بگو یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، ای بندگان من که اسراف کرده اید بر خویشتن. لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت الهی ناامید نشوید. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خداوند همه گناهان را میبخشد، حتی شرک را هم میبخشد. علامه طباطبایی هم در تفسیر این آیه میفرماید که حتی شرک را، میدانید غالب مفسران گفتن که خدا همه چیز را میبخشد غیر از شرک رو، با اسناد به همان آیه ان الله لا یغفر ان یشرک به. اما بزرگانی که به قرآن تسلط کامل دارن میدانن که این آیه دوم بعد از اون آیه نازل شده است و میتواند ناسخ آیه قبل باشد و حکم آیه قبل رو عوض کند. و قصه همین است که خداوند همه گناهان را میبخشد حتی اگر شرک باشد. به خاطر همین است عده‌ای توهم کردند که اگر در روز قیامت شیطان بیاید توبه کند، ممکن است که توبه او هم قبول شود. بنابراین به او توفیق توبه نمیدهند تا اینکه اگر او بگوید، شیطان بیاید بگوید که خدایا من به سوی تو برمیگردم، آن دریای عظمت الهی، دریای رحمت الهی هم به جوش بیاید. عده‌ای ترسیدن میگویند خدا به او توفیق اظهار توبه نخواهد داد، وگرنه اگر او هم توفیق اظهار توبه داشته باشد، همان که گفت لأغوینهم اجمعین، اگر او هم توفیق توبه پیدا کند، اگر بگوید نزد خدا برود و بگوید خدایا مرا ببخش، من به سوی تو برمیگردم، توبه میکنم، خدا با سنتش او را هم خواهد بخشید. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. خیلی آیه زیبایی است. ای بندگان من، ای بندگان سوخته من، ای بندگان سوخته خرمن من، ای زندانیان درد و حزن، ای سوختگان آتش پشیمانی، ای خانه و خرمن خود سوخته به نادانی، ای آتش خاران، ای خون باران که از حد برده و نومید گشته اید، ای کسانی که گناه را از حد برده اید و نومید شده اید، نومید مشوید از رحمت بی نهایت بی پایان بند نواز کارساز خداوندی ما، که ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خداوند همه گناهان را میبخشد. جمیعا اینجا استغراق دارد، یعنی چون
نکره هم آمده است، اگر معرفه می آمد ممکن بود مثلا یک مفسری بیاید بگوید که خب جمیعا منظورت جمیع آن چه که مثلا در نظر بوده است، جمیع گناهان مثلا صغیره بوده است، یا نه اینجا جمیعا چون نکره آمده است بنابراین نکره افاده عموم می کند، صیغه نکره افاده عموم می کند، یعنی تا مخصصی نیامده است و این عام رو از عموم خود اخراج نکرده است و آن مخصص این عموم را تخصیص نکرده است، تا آن زمان عمومیت این عموم بر حال خود باقی است، مگر اینکه یک مخصصی بیاید و این جمیعاً رو مخصص کند و تخصیص اتفاق بیفتد و ما بگوییم که غیر از کسانی که چنین کردند همه گناهان را میبخشد، مگر اینکه قرآن بیاید غیر از آنچه که بعدن بوده است. اگر یکی بگوید ان الله لا یغفر ان یشرک به، در بالا گفت که مگر اینکه شریک بگیرند، آن تخصیص زد، آن مخصص بود برای آن عامی که ان الله یغفر رو خداوند میبخشد، ولی اگر شرک باشد نمیبخشد. عام و خاص در بحث اصول فقه بسیار بحث مستوفا و دقیقی است. این که اینجا هیچ تخصیصی وجود ندارد، هیچ مخصصی هم نیست، بنابراین وقتی فرمود جمیعاً همه گناهان رو خواهد بخشید و حتی اگر شرک باشد، حتی هر چه که باشد خدا خواهد بخشید. در آن آیت گفته بود که غیر کفر همه گناهان را بیامرزم آن را که خواهم لمن یشا. در آیه قبلی فرمود که غیر کفر همه گناهان را میامرزم، اون هم دو قید داشت دیگر، یک تخصیص داشت یک تقیید داشت. تخصیصش مربوط به این بود که مشرکان رو نخواهم بخشید، تقییدش در برابر آن مطلق و مقید، تقییدش این بود که ما لمن یشا رو مقید کرده بود برای هر کس که بخواهد. این تخصیص و این تقیید رو اینجا دیگر نیاورد، رها کرد. در آن آیت گفته بود که غیر کفر همه گناهان را بیامرزم آن را که خواهم برای کسی که بخواهم. در این آیت جهت درمان درد وحشی فرمود که همه گناهان را بیامرزم و نفرمود آن را که خواهم. اونجا گفته بود غیر از کفر میبخشم به هر که بخواهم، اینجا هیچ دو قید را هم نیاورد، نه تخصیص را و نه تقیید را، هیچ کدام را نیاورد. گفت همه را میبخشم و نگفت که برای کسی بخواهم، یعنی برای همه میخواهم حتی اگر وحشی باشد. زیرا آن نیش اگر خواهم، نیش اگر خواهم جگر وحشی را خسته کرده بود، مانند شمشیری در جگر وحشی فرو رفته بود که خدا که مرا نخواهد خواست، و سوراخ سوراخ کرده که اگر در میان است این اگر بر جگرم میزند، اگری که گفته است اگر من بخواهم این بر جگرم میزند. ای اگر که در این راه من هفتاد، در این راه من هفتاد خندق پر آتشی، چه امید میدارم که برگذرم؟ در راه من هفتاد خرمن آتش است، من چگونه میتوانم از این بگذرم و مورد توجه و عنایت و عفو و مغفرت خداوند قرار گیرم؟ خاصه بدین گناه، من این گناه عظیم کردم، مگر ممکن است که ببخشم؟ خاصه بدین گناه من همچو کبریت خشک آلوده گوگرد، چون این گناه هم کبریت خشک گوگرد آلود را با خندق آتش چه آشنایی و چه امید امان. میگه من یک کبریتی هستم که بهش گوگرد زدن، به هر آتشی نزدیک شود آتش خواهد گرفت، من چطور با ماننده کبریتی که آتش زنه دارم و گوگرد دارم، یعنی آن کار بدی که کرده است ماننده گوگرد است که باید آتش
بخورد. من چگونه میتوانم از آتش دوزخ رهایی پیدا کنم و این 70 خندق رو بگذرانم و بروم؟ با خودی از اسیر چون گذری، هیزمی از سعیر چون گذری. اسیر با سای سه نقطه به معنای کره آتش است، همان اتر است در زبان یونانی که آمده و در زبان عربی به اسیر تعبیر شده. کره آتش که بالای کره هوا است. قدما فکر کردن کره هایی هستند و فضایی هست که به آن اسیر می گفتن. و البته به جوی که پیرامون زمین بوده است به آن هم اسیر می گفتن. به فلک الافلاک هم اسیر می گفتن. عالم اسیر یعنی عالمی که ماده ندارد، وزن ندارد و بی وزن است، بی جهت است و نزدیک به مجردات است. می فرماید با خودی از اسیر چون اسیر همون کره آتش که باشد، اگر با خود باشی، با خدا نباشی، با خود باشی، آن وقت چگونه از این آتش اسیر می گذری؟ هیزمی از سعیر چون گذری؟ سعیر هم آتشی است، آتش دوزخ است که شدیدترین آتش در دوزخ همین سعیر است، یعنی به گونه ایست که هرچی که نزدیک او هم شود آتش خواهد گرفت، چه برسد به هیزمی که از کنار این سعیر بگذرد. امداد لطف کریم و موجهای فضل قدیم رحیم، به آب دیده وحشی خندقهای آتش را که از حروف اگر دود و فروغش بیرون میزد، آن اگری که گفته بود، آتش را چون آتش ابراهیم همه گل و ریحان و یاسمین و شکوفه گردانید. این اونقدر گریه کرد که این آب رفت و تمامی آن سعیرها و تمامی آن آتشها را خاموش کرد. اشاره به روایت هاست که گناهکاران اگر میخواهند که آتشها بر ایشان سرد شود، آتشها آنها را نسوزاند، از آب چشم مدد بگیرند، از گریه عاشقان در راه خدا مدد بگیرند. بسیار امر عجیبی است این گریه برای گناهان، بسیار امر ممدوحی است و انسان هایی که به جایی رسیدند، البته گویا فقط از این راه به جایی رسیدند، چون که انسانی که گریه نمی کند دلش سخت می شود و کسی که دلش سخته است مستوجب رحمت الهی نمی شود. اما وقتی که گریه آغاز کرد و به خاطر کارهای زشت خود گریست، خداوند رو رحمی آید، دریای رحمت الهی به جوش خواهد آمد. شما خودتون حساب بفرمایید، یک کسی یک تقاضایی داشته باشد همینجور بخندد به شما بگوید، شما معمولاً آنقدر احتمام نمی برزید، ولی اگر نخندد غمگین باشد بیشتر احتمام می کنید، اگر بگرید و تلاوان بگرید آن وقت سعی می کنید با تمام وجودتان خواسته او را برطرف کنید. این سلاح عظیمی است، این گریه سلاح عظیمی است که ما از آن غافل هستیم. بزرگان، همه آنهایی که بزرگ شدند بلاشک اصلا استثنا ندارد، شک نکنید که تمام کسانی که در این راه به درجاتی رسیدند اهل گریه بودند، اهل گریستن بودند. آنان که نمی گریند انسانهای بدبختی هستند، انسان‌های بسیار بدبختی هستند که روحشان جلا پیدا نمی‌کند به آن آب رحمت گریه. اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. آنان قرآن، آیه قرآن است، خیلی زیبا می‌فرماید. می‌فرماید که آنان کسانی هستند که یبدل الله سیئاتهم حسنات، خداوند سیئات آنها رو تبدیل به حسنه می کنند. یه آیاتی در قرآن هست که خداوند می فرماید که ما می بخشیم، جرم شما هرچه باشد می بخشیم. ولی مولانا یک آیه دیگر رو همینجا می آورد. یعنی چه؟ یعنی شما جرمش بخشیده شد، عفو یعنی از بین، عفو یعنی عفو اثره، یعنی اثر چیز رو از بین برد. وقتی خداوند فرمان عفو می‌کردن یعنی اثرش رو از بین بردن. اون قصه هایی که درست کردن، نمی‌دانم پسر به
پدر به پسرش گفت هر گناهی که میکنی برو یک میخ بزن به دیوار، بعدن وقتی کار خوب کردی اینها رو بکن ببین جای میخ باقی مانده است. این ها مزخرفاته. یعنی چه؟ اخفا اثره، یعنی هر گناهی کرده باشی اثرش رو از بین میبرد. علاوه بر آن قرآن کار دیگری هم میکنه، قرآن موضوع دیگری هم میکنه. یبدل الله سیئات هم حسنات. این دیگه خیلی عجیبه. بخشیدن جای خود دارد اما گناهان او را تبدیل به حسنه میکنه، سیئات او را تبدیل به حسنات میکنه. یعنی هر چقدر بیشتر گناه کرده باشد آن گناهانش به ثواب بیشتر و به اجر بیشتر تبدیل میشه. عرض کردیم که عشق میآید و ماهیت را عوض میکند و مخالف خود را به وجود می آورد. این همین است. اگر انسان بر اساس عشق الهی بگرید توبه کند تمامی گناهانش تبدیل به ثواب خواهد شد، تمامی سیئاتش تبدیل به حسنات خواهد شد. چرا؟ چون مبدل اوست. ابدال که میگوین همین است. ابدال چه کسانی هستند؟ ابدال کسانی هستند که در عالم هستند، اینها کارشان تبدیل است، تبدیل سیئات به حسنات، تبدیل انسانهای بد به انسانهای خوب است، تبدیل بدها به خوب هاست، تبدیل هر چیز زشت است به چیز زیبا، کارشان همین است. اینها مبدلند، ابدالند، همچنان که خداوند مبدل است. اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، خداوند سیئات اینها رو هم تبدیل به حسنات میکنه. پس هر که گناهش بیشتر در صورت توبه اجرش بیشتر است. خندق پر آتش سقر، سقر آتش دوزخ، یکی از نامهای دیگر آتش دوزخ است. سقر را و کلمه اگر را از میان بردار، اون اگر را بهش توجه میکند. و زمین و آسمان را پر رحمت کرد، معشوقه به سامان شد تا باد، چنین بادا کفرش همه ایمان شد تا باد، چنین بادا آن لب که همی زهر فشاندی ز تکبر، آن لب شکر افشان شد تا باد، چنین بادا آن لبی که زهر میریخت آن شکر افشان شد، آن عنایت الهی که آتش میریخت تبدیل به گلستان و ریاحین و باغ و جنات شد. همچنان که آتش بر ابراهیم خلیل سرد شد بر وجود تواب و توابین هم سرد شد. یک نکته هم از تواب خاطرم آمد که عرض بکنم. تواب یعنی بسیار توبه کننده. در روایت ها، در مالاسف این مترجمین بی سواد ما آمدن تواب رو به نام توبه پذیرنده معنی کردن، در حالی که تواب صیغه مبالغه هست، برمز فعال است. تاب الله علیهم در قرآن هست که تاب الله علیهم، خداوند توبه می کند به سوی بشر. توبه از خداوند شروع می شود، وگرنه بنده رو چه به توبه. تواب نه توبه پذیر، این رو نمیدانم از کجا در آوردن اینها. تواب یعنی بسیار توبه کننده. خدا تواب است، بسیار توبه میکند. یعنی چه میکند؟ بسیار به سوی توبه یعنی برگشت، بسیار به سوی بندهش برمیگردد. بنده نمیپذیرد، بنده دریافت نمیکند، بنده درک نمیکند، اما در دل او توبه رو میاندازد. خداوند به سوی بشر، به سوی بندهش می آید، می گوید بندم می خواهی با من آشتی کنی؟ بنده می گوید نه. دوباره می رود، دوباره می آید. تواب است، پیوسته می آید، هر لحظه به دل او می آید، در دل او قرار می گیرد. بنده من وقت آن نشده است که با هم آشتی کنی؟ می گویم نه. باز بر می گرد، باز برمیگردد، همچنان آنقدر برمیگردد که دل سنگ بنده نرم شود و بگوید بله توب تل آم، اکنون توبه کردم، اکنون به سوی تو آمدم.
آنقدر خداوند این توبش رو بر فرعون تواب است، به همه میدهد، آنقدر بر توبش رو بر فرعون که جز بدترین انسانهای جهان است، آنقدر توبش رو بر او نازل فرمود، توبش رو بر او عرضه کرد، آنقدر به سوی فرعون رفت، گفت توبت الان، الان توبه کرد. و در مورد همه انسان ها اینجور است. از حدیث قدسی است از زبان حضرت داوود علیه السلام که خداوند به حضرت داوود فرمود که اگر بندگان من بدانند من چقدر مشتاق توبه آنها هستم، بدانند من چقدر به سوی آنها می روم، آنها مرا بی پاسخ می گذارند، من چقدر در دل آنها تشعشع پیدا می کنم، در دل آنها تجلی می کنم، به سوی آنها بر می گردم ولی آنها مرا رها می کنند، اگر بندگان من می دانستند شوقی الیهم، اگر شوق مرا به نسبت به خودشان می دانستند، اگر خدا می فرماید در حدیث قدسی اگر این بندگان من می دانستند من چقدر مشتاق آنها هستم، روحشان از بدنشان جدا می شد، بدنشان ذوب می شد، اگر می دانستن من چقدر طالب آنها هستم، من چقدر دوست دارم اینها به سوی من برگردند، من چقدر دوست دارم با من همراه شوند. وحشی چون آوازه آمرزش بشنید که همه گناهان را بیامرزم بی اگر و بی مگر، جامعه صبرش چاک شد، دوان دوان و سجده کنان و نعره زنان به خدمت رسول آمد، روی در خاک میمانید، رویش را در پیش به پای پیامبر میمانید که مرا ببخش، گرمی بکشی بکش که در مذهب من از کشتن دوست زندگانی خیزد. آمده ام با یک شمشیر و با یک کفن، به این شمشیر مرا بکش و در این کفن مرا بگذار، من نمیخواهم خلاف خواسته تو عمل کنم. ای بهترین خلایق، وحشی به پیامبر میگوید، ای بهترین خلایق و ای سلطان حقایق، ای شفیع اولین آخرین، تو که شفیع هستی، شافع هستی، همه رو شفاعت خواهی کرد، ای شفیع اولین و آخرین، ای خلاصه آسمان و زمین، مدت هاست که از شوق تو دست بر جگر نهادم، از شوق تو دستم را بر جگر گذاشتم، از گرمی جگر دستم می سوخته است، دلم آتش گرفته است و دستم رو وقتی بر دلم میگذارم دستم آتش میگیرد، ولیکن به کدام روی توانستمی آمدم، من به چه روی بیایم خدمت شما، ولیکن به کدام روی توانستمی آمدن به حضرت تو، تا کمند حضرت لایزالی در گردنم افکندی. آن آیه رو مانند کمند حضرت لایزال الهیت بر گردن من افکندی و کشانم کردی، مرا آوردی به سمت خود، وگرنه من جرأت این را نداشتم، امکان این را نداشتم که به سوی تو بیایم و توبه کنم. تو بهترین خلایقی و من بدترین خلایقم، در دولت تو سیه گلیمی گر سود کند زیان ندارد. چه شعرهای زیبایی هم آورده، بعضیش از خودشونه و بعضی از کسان دیگر، از صنایع دیگر. در دولت تو سیاه گلیمی، خب تو که دولت تو پادشاهی، یک سیاه گلیم، سیاه گلیم یعنی آدم بدبختی که یک گلیم سیاه دارد، او همه چیز او هست، لباس او هست، خانه او هست، سقف بالای سر او هست، هر کاری که میکند سیاه گلیم، یعنی آدمی که گلیم سیاه هست و بدبخت و بیچاره است، بیچاره مطلق، بی چیز مطلق. او هم دولت
وافر دارد، در دولت تو سیاه گلیمی گر سود کند زیان ندارد. چه می شود یک سیاه گلیم، یک بینوا از این همه خوان عظمت لطف و مغفرت و محبت و رحمت تو سودی ببرد؟ این چون این جرمی را جز چنان کرمی نتواند عفو کردن. خیلی زیباست، یعنی جرم آنقدر زیباست که کرم باید خیلی زیبا باشد که بتواند با آن مقابله کند. این چون این جرمی را جز چنان کرمی نتواند عفو کردن. این چون این جنایتی را جز چنان عنایتی نتواند تدارک کردن. تدارک کردن یعنی این که عوضش رو در آوردن، عوض چیزی را، مثلا یک چیز را یک نفر خراب کرده است، از بین برده است، تدارک کردن یعنی برود مانند آن را پیدا کند، بخرد، بیاورد، سر جایش بگذارد، بهش میگن تدارک. مرده را نفس عیسی تواند زنده کردن. خب عیسی مرده ها را زنده میکرد. آهن را دست داوود تواند نرم کردن. حضرت داوود آهن را به دست خود نرم میکرده است و لباس آهنی می ساخته است. دیو را امر سلیمان تواند مسخر کردن. دیو و شیطان را امر حضرت سلیمان می تواند مسخر کند. ای فخر سلیمان و داوود، ای روشنی جان هر موجود. به موسیقی عنایت بفرمایید. مرغ جانم پر می زند تا قفس قالب بشکند این دم و بیرون پرد. این مرغ جانم دیگر طاقت این قفس سینه را ندارد. به حرمت آن خدایی که تو را بر اهل آسمان و زمین و اولین و آخرین بگزید. مصطفی است. مصطفی یعنی این که بر آسمان و زمین، بر اهل آسمان و زمین و بر اولین و آخرین گزیده است و اختیار کرد که کلمه مبارک پاک پاک کننده را، پاک است، مطهر است و مطهر است، پاک کننده است. به حرمت آن خدایی که تو را بر اهل آسمان و زمین و اولین و آخرین بگزید و اختیار کرد که کلمه مبارک پاک پاک کننده را، آن کلمه شریف حیات بخش دولت بخش را، عزیز عزیز کننده را، آن کلمه ای را که بر زبان از دانه نبات لطیفتر است، آن کلمه را که از عرش و کرسی شریفتر است، که کلمه شهادت است. آن کلمه چیست؟ این همه توصیفات زیبا مولانا برای من. کلمه شهادت است، شهادت اینی که بر زبان می آوریم. بر من عرضه کن تا پیش از آن که جان از مهنت خانه قالب بیرون آید، به خلعت آن کلمه مشرف گردم و از بحر صد هزار خجلت و حاجت که دارم، آن کلمه را به حجت بر زبان در میان جان بدان جهان برم. اون رو بگو تا اینکه دارم که اکنون از عشق تو میمیرم، آن را بگو که هدیه جان به سوی جانان ببرم، که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. چون مصطفی صلوات الله علیه بر وی این کلمه عرض کرد، می گفت، خیلی زیبا اینجا بیان می کند، می فرماید که دیده اید که مرغی می آید به بچه هایش دانه 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 می دهد. این بچه ها چگونه دیده اید حتما در فیلم ها، حداقل اگر خودتان ندیده باشید در فیلم ها دیده اید که این 4-5 تا جوجه دهانشون رو باز میکنن، این مادر میآید، اینها چه سر و صدایی میکنن، دهانشون رو باز میکنن با تمام وجود، تا آن چینه ای که مادرش رفته و در چینه دان خود قرار داده است و اینها رو یک به یک بیرون میآورد، اینها رو در دهان اینها بگذارد. خیلی با ظرافت، با دقت کامل، با فراست می آید، آرام آرام این دانه ها رو در دهان اینها می گذارد و گوارش شده یک باری، گوارش دوم رو در دهان اینها می گذارد، چون اینها هنوز ذائقه شون و معده شون اون توانایی رو ندارد. حال می فرماید اگر این مرغ رفت مثلا و پیدا نکرد، احتیاط کرد، این چینه پیدا نکرد، این بچه ها خیلی گرسنه ماندن.
وقتی که یک دفعه مادر رو بعد از مدت‌ها گرسنگی دیدن که دارد به سمتشان می‌آید، آنقدر سر و صدا می‌کنند که گویا می‌خواهند خودشون از لانه به بیرون پرتاب کنند. امکان هلاکت وجود دارد. چنان دهانشان را باز می‌کنند که وقتی آن دانه رو می‌خواهد در دهان اینها بگذارد، در منقار اینها قرار دهد، گویا همه وجودش را برای گرفتن آن دانه مهیا می‌کند. مولانا خیلی زیبا می‌فرماید باید او از اولیای الهی چنین سخن را گرفت، از ولی الهی باید این چنین سخن را گرفت که اگر جان او، وجود او همه وابسته به آن لقمه ای باشد، به آن دانه ای باشد، به آن چینه ای باشد که آن مراد و شیخ به او میدهد، چنان مشتاق باشد که اگر ندهد جان رو ودا گوید، جان رو نتواند پاسخ جانش، پاسخ روحش را بدهد، رها کند همه چیز، بمیرد از شوق آن دانه، از شوق آن چینه. بعد میفرماید که این آمد، این وحشی که بی سواد بود، سوادی نداشت، وحشی بود، به هر حال این چیزها رو نمیدانست. پیامبر آمد، این کلمه شهادتین رو، اشهد رو، مثل آن مرغ مادر که بر دهان کودک آرام آرام میگذارد و آن مرغ کوچک چنان که خطر آن وجود دارد که جانش از تن جدا شود، این دانه رو میپذیرد. ببین چقدر زیبا میفرماید، چون مصطفی صلوات الله علیه بر وی این کلمه عرض کرد، میگفت چنان که مرغ بچه خود را دانه در دهان نهد. خیلی زیباست، آن کلمه را در دهان وحشی یکان یکان می نهد، یک به یک این کلمات رو تلقین می کرد به وحشی. از شوق آن دانه وحشی چه می کرد؟ از شوق آن دانه مرغ بچه جانش گردن دراز می کرد، از حرص تا دانه دوم و سوم را به یک لقمه بگیرد. یکی نبود، میگفت که دوتا ستا با هم بگو. او یک یک میگذاشت، او همه رو میخواست، یک جا میخواست، آنقدر در طلب بود که از قایت حرص و گردن دراز کردن سوی دانه، بیم بود که مرغ بچه جانش از آشیانه و سقف خانه وجود به عرصه عدم فرو افتد. ممکن بود که این بیفتد بمیرد، و ممکن بود وحشی جانش را در همین تلقین بسیار زیبای شهادتین از دست بدهد. چون رو به من شدی تو از شیر مترس، چون دولت تو منم ز ادبیر مترس. ادبیر یعنی همان ادبار، ممال ادبار است. ادبار بوده، الف به خاطر شرایط قافیه عوض شده است. شیر با ادبار جور نبود، الف رو به یا تبدیل کرد. ادبیر یعنی ادبار، ادبار در برابر اقبال است. اقبال یعنی رو در رو آمدن، ادبار یعنی پشت کردن، دوبار یعنی پشت، قبول یعنی جلو. اقبال یعنی به سوی کسی رفتن، و ادبار یعنی از او سرگرداندن و به او پشت کردن. می فرماید که وقتی با معشوق همراه شدی دیگر از هیچ چیز نترس، حتی از شیر هم نترس. چون دولت تو منم ز ادبیر نترس، تمام جهان پشت به تو بکنن. حضرت علی میفرماید، خیلی زیباست، میفرماید که خداوندا، به خداوندی تو قسم، اگر تمامی جهان پشت به من بکنن، همه جهان به من پشت کنند و بدانم که تو با من هستی، ذره‌ای در خود نگرانی و تشویش ندارم. اما اگر همه جهان به من رو کنند، همه مرا امیر خود بدانند، اگر بدانم تو ذره ای با من موافق نیستی، همه آن اقبال رو نمیخواهم، به کناری می نهم، آن ادبار رو بیشتر خواهانم تا اقبال. و
حلاج گفت که به خدا سوگند، اگر ای خدا اگر تمام اگر پایم را به بند گران ببندی و که نتوانم از تو به جایی بروم، از این زنجیر رها شوم و تمام جهان را دشمن من کنی، به خدا سوگند که از تو بر نخواهند گشت. آدم پاشو ببندن همه جهان دشمنش باشن که بخواهند بکشند، میگوید از تو بر نخواهند گشت. از چرخ چو آن ماه به تو همراه هست، گر روز بکاه هست و بگاه هست و گر دیر مترس. میگه مهم نیست آن ماه که با تو هست، اگر روز هم دیر شد، اگر آفتاب رحمت الهی هم رفت، آن ماه مبین در آنجا هست، آن ماه منیر در آنجا هست. خاص آن مرغ بچگان نوزاده که در آشیانه مانده باشند و مادر پریده که ایشان را نقل آرد. اینجا یک نظام تداعی معانی که راجبان زیاد سخن گفته، نظام تداعی معانی مولانا برمیگردد به شکل دیگر، این قصه رو در اینجا رها میکند، قصه قبلی رو هم قصه وحشی رو هم اینجا رها میکند. نظام تداعی معانی او را میکشد به این که معانی بسیار عظیمتری برای او روی میدهد. خاص آن مرغ بچگان نوزاده که در آشیانه مانده باشند و مادر پریده که ایشان را نقل آورد، رفته که یه چیزی غذایی برای اینها بیاورد، و در جستن چینه دیر مانده، رفته که چینه و دانه بگیرد، دیر کرده و چینه دیر به دست آمده است. اگر دیر به دستش آمده باشد، این حول و ولایی که وجود دارد در این خیلی بیشتر است، و او هم که دیر مانده بود وحشی، از رحمت رسول برای او بسیار مهم بود. و آنجا که چینه را دید، خواسته تا برگیرد و به فرزندان برد، ترسیده که مبادا که زیر این دانه دام باشد و من سوی دانه بروم و در کام دام بمانم. رفته این مرغ، رفته که دانه بگیرد، دیده که زیر این دانه دامی است، بنابراین حذر کرده و نرفته. بچه هایش آنجا گرسنه‌اند، منتظرند، اما این هم میگوید میخواهم برگردم، اگر من به دام بیفتم دیگر کسی نیست از بچه های مراقبت کند. ما را همه رنج از طمع خام افتد و از فتنه نفس و خارش کام افتد. مرغی که برای دانه در دام افتد، اندر قفس تنگ و سر بام افتد. مرغی که به خاطر دانه در دام می افتد، در قفس تنگ خواهد افتاد. ای نفس حریص، کم از مرغی که به هر دانه نیارد رفتن و هر دانه را نیارد گرفتن. میگه ای نفس، تو که می روی به دنبال هرچه که می بینی می روی، کمتر از یک مرغ هستی. مرغ احتمال خطا می دهد، احتمال می دهد که یک دامی زیر آن باشد، نمی رود. ولی تو وقتی دلت هرچه خواست می روی بدون این که توجه کنی که دامی ممکن است در زیر آن باشد. و حضرت علی فرمود هیچ دانه‌ای در جهان نیست مگر اینکه دامی در زیر آن تعبیه شده است. با آنکه معده‌اش می‌سوزد از گرسنگی، عقل آن مرغک می‌گوید که این سوزش به از آنکه در دام بمانی. معده‌اش می‌سوزد، گرسنه است، ولی عقل آن مرغ می‌رسد به اینکه بگوید بروم در دام می‌افتم. این دانه را رها کن. اما نفس ما چنان فریب می‌دهد که دانه رها نمی کنیم، بلا فاصله می رویم و در منقار می گیریم. دانه را از جایی جو که خوفی نباشد و دانه ای که آن را صیاد نباشد، و چون بر دانه ای بنشیند که آنجا خوف و خطر کمتر باشد و دور از شر و ضرر باشد، هم 50 بار چپ و راست می نگرد. دیده دیگه این کبوترها قضا بدهید، با اینکه میداند امن است، ولی وقتی میاد 50 بار این بر من نگاه میکند، یک دانه میخورد، بعد دوباره 50 بار این بر من نگاه میکند، میگوید این هضمی که دارد، عقل مرغ میرسد، عقل بشر تو نمیرسد، عقل تو ای بشر، عقل تو ای انسان نمیرسد که بدانی زیر هر دانه ای دامی است. چرا چون این بیعقلی میکنی؟
50 بار چپ و راست می نگرد تا مردارخاری یا گربه‌ای در کمین نباشد که مرا غافل بیند. دزد آن را آرزو کند که او را نبندند، هر که را احمق بینند زیرکان را آرزو کند که بر او بخندند. او می خواهد که کسی را احمق بکنند، احمق می شود و در دام می افتد. بر سر دانه مرغکی 100 بار بنگرد پیش و پس یمین و یسار. یک دانه را می خواهد، 100 بار نگاه می کند، پیش پس جلویش عقبش را نگاه می کند، یمین و یسار سمت راست و چپش را نگاه می کند، بعد مطمئن شد که صیادی نیست، گربه‌ای نیست، آن وقت دانه را می خورد. جان او بهر آن بدندیش است، کش غم جان ز عشق نان بیش است. کو آن صدیقی که چون بر دانه کسب خود نشیند چپ و راست نگرد، که نباید که با این لقمه که بین نگرم مردارخوار نفس در کمین باشد. مبادا که این لقمه که میخورم، این آبی که میخورم، نفسم در کمین آن باشد، مرا بگیرد. یا گربه شهوات شیطانی قصد من دارد، یا دام قهر حق به این دانه پیوسته بود. در رخ این زن بیگانه می نگرم، نباشد که گردنم در دام افتد. در رخ این زن بیگانه می نگرم، نباشد که گردنم در دام بماند. به چشم پرخمارش نظر می کنم، مبادا که اندر سویدای غیب جاسوسی باشد که گلوی من بگیرد. به چشم خماری نگاه می کنم، آن یک جاسوسی از اونجا بر می گیرد و مرا از خود فانی می کند. من گرن در بوتان که آخر کار نگرستن گرستن آورد بار. نگاه کردن غم و اندوه به بار می آورد. اولان یک نظر نمایت خورد، اولین بار که نگاه می کنی خیلی ساده است، ولی بعدش گرفتار عشق شدی دیگر از آن رهایی نمی توانی پیدا کنی. اولان یک نظر نمایت خورد، بعد از آن مرغ جست دانه ببرد. مرغ می آید دانه را می برد و دانه ایمان و عشق تو را به تاراج می برد. و السلام علیکم و رحمت.